سلام، من این کانال یوتیوب رو 14 سال پیش افتتاحش کردم، زمانی که با اینترنت دایالاپ بهش وصل می شدیم و یوتیوب برای ایرانی ها فیلتر نبود. اون روزا هر ویدئویی که خوشم می اومد، حالا از یک برنامه خاص، از یک موضوع خاص آپلود می کردم، اما نگاه خاصی واسه رشد کانالم نداشتم. خب توی این سالها من تو حوزه‌های فنی و حوزه‌های مرتبط با داده فعالیت کردم و توی دوره قابل توجهی از پایان‌نامه کارشناسی گرفته تا دورانی که توی طراحی وبسایت‌ها و اینها کمک می‌دادیم و طراحی انجام می‌دادیم، من با مفهوم SEO آشنا بودم و آشنا شدم. اما در طول مسیر سال‌هایی که گذشت هیچ وقت به طور جدی به کانال یوتیوب فکر نکردم. یکی از علاقه های ضمنی من و علاقه ای که خیلی هم دوستش دارم اتفاقا بحث آموزش دادنه. خلاصه جمع این علاقه ها باعث شد که من تصمیم بگیرم کانال یوتیوب رو دوباره از ابتدا راه اندازیش بکنم و در ادامه فعالیت های قبلی شروع به گذاشتن ویدئوهای آموزشی بکنم. اما همونطوری که از ویدئوها مشخصه و همونطوری که کاملا اگر از اولین ویدئوهای هفته گذشته نگاه بکنید، آماتور بودن توی تولید این محتواها به چشم میاد. نکته که وجود داره، خب من دوربین رو برداشتم و فکر کنم اولین ویدئوم هم دوربین لپتاپ هست، با همون وبکم کوچولوی لپتاپ، و خب شروع کردم. جالب بود که از اولین ویدئو استقبال خوبی هم شد و من البته که انتظار نداشتم در عرض چند روز اتفاق معجزه‌ای بیفته، ولی شروع به تولید محتوا کردم. از اونجایی که هر کدوم از تغییرهایی که اتفاق میفته یا هر کدوم از کارهایی که انجام میدم رو هم میشه داده‌های آماریش رو با آنالیتیکس بسیار زیبای یوتیوب تحلیل کرد، و از طرف دیگه من گام به گام دارم با مشکلات جدیدی مواجه میشم و راه حل هر کدوم از اون مشکلات رو دارم یاد میگیرم، گفتم خوبه که توی این کانال، توی ویلاگ خودم، نه توی بخش آموزش های تخصصی دیتا ساینس، بیام و تک تک گام هایی که برمیدارم رو باهاتون شیر بکنم. برای مثال اولین ویدئوهای من اصلا هیچ پایه‌ای نداشتم، بعد رفتم پایه دوربین خریدم که توی ویدئوی قبلی با ذوق اومدم پایه‌مو نصب کردم و اینها. بعد مشکل دیگه‌ای که توی ویدئوی قبلیم برام پیش اومد این بود که دوربین کنونی که استفاده کردم شروع کرد به از دست دادن فوکس خودش و تصویر چند بار تار شد و از حالت تار خارج شد، که اینو باید برم یاد بگیرم و بیام براتون بگم که چطوری مشکلش رو حل کنیم. هنوز خودم هم بلد نیستم. موضوع بعدی بحث میکروفون بود. من اصلا خیلی بهش فکر نکرده بودم، هرچند در گذشته یه دونه میکروفون بویا خریده بودم و اون رو داشتم، اما نکته که بود یهو با ویس بی کیفیت مواجه شدم، با نویز فراوان، و اینکه چقدر مهمه شرایط ضبط از نظر صدا مناسب باشه. واسه همین تصمیم گرفتم در ادامه ویلاگ خودم یک سری ویدئو بگذارم که تک تک کارهایی که انجام میدم برای رشد کانال رو، چه از تحلیل‌های داده، چه از پیشرفت‌های فنی، چه از ابزارهایی که استفاده می‌کنم، براتون به نمایش بگذارم. خوشحال میشم با هم همراه باشید، خوشحال میشم نظراتتون رو به هم بگید، و دلم میخواد که دوستانی داشته باشم که با هم کانال هامون رو رشد بدیم. البته با افتخار بگم دو تا از دوستای دیگه هم من هم همزمان شروع کردند و یکی دوتاشون هم اصلا غبطه برانگیز خوب کار کردن برای اولین ویدئوها. از طرفی میدونم که ادامه دار بودن و منظم بودن یکی از مهمترین فاکتورهای این هست که یک کانال موفق بشه. تولید محتوای ناب قطعا موثره، و بریم با هم دیگه سری این ویدئوها رو شروع بکنیم. توی پلیلیست های ویلاگ قرار میدم و پلیلیست
گام به گام با هم کانالمون رو بسازیم. زنده باشید. مرسی از همتون.